به نام خدا. در این جلسه میپردازیم به حل تست های واژگان درس 3 از کتاب 11. حالا که واژگان و لغات مهم درس 3 سال 11 را خوب مورد بررسی قرار دادیم و شما هم خوب به خاطر سپردید، میپردازیم به حل 30 تست واژگان درس 3 سال 11. از تست شماره 1 شروع کنیم. John was very when his father appeared on TV and he was given the Nobel Prize. خب جان خیلی برد خسته شد، anxious، دلواپس و نگران شد، proud، مغرور و سرافراز شد و tired، خسته شد. ببینید گزینه 1, 2 و 4 تقریبا باره معنایشون یکیه، خسته و کسل و نگران، بارشون منفیه. اما 3، proud، مفتخر، سرافراز، مغرور، بارش مثبته. پس باید گزینه 3 درست باشه. جان خیلی مفتخر و سرافراز شد وقتی پدرش در تلویزیون ظاهر شد و به او داده شد جایزه نوبل. در هنگامی که پدرش در تلویزیون ظاهر شد و جایزه نوبل رو گرفت، جان بسیار مفتخر و مغرور گشت. که گزینه درست شماره 3. بریم تست بعدی، تست شماره 2. The old man is very proud of the valuable stamps he has now available in his album. آن پیرمرد خیلی مفتخر است از جای خالی. Experiment، آزمایش، addiction، اعتیاد، experience، تجربه، collection، مجموعه. خب مجموعه چی؟ collection of the valuable stamps، مجموعه از تمرهای با ارزشی که he has now، اکنون دارد، موجود در آلبومش. گزینه درست شماره 4. آن پیرمرد بسیار مفتخر و سرافراز است از مجموعه تمرهای با ارزشی که حالا او داره در آلبومش، با اکسپریانس، تجربه، ادیکشن، اعتیاد و اکسپریمنت. ترجمه نمیشه یا اصلا ربطی نداره به این تست. گزینه درست شماره 4. تست شماره 3. Our thoughts on dying, of course, our attitudes toward life. میگه افکار ما راجع به مرگ و مردن، تفکرات ما راجع به مرگ و مردن، البته جای خالی our attitudes، نگرش ما را، برخورد ما را با زندگی reflect، نشون میده، منعکس میکنه. face، مواجه شدن، view، بافتن، search، جستجو کردن. گزینه درست شماره 1. پس البته که افکار ما راجع به مرگ نگرش ما را به سمت زندگی نشون میده، اینکه ما چگونه به مرگ فکر کنیم، بعد نگرش ما به سمت زندگی چی خواهد بود، منعکس میکنه نگرش ما را به سمت زندگی یا نشون میده. تست شماره 4. I am not with the result of the examination the other day. The other day یعنی چند روز قبل، امتحانی که چند روز قبل داشتم. I'm not satisfied with، من راضی نیستم از، disabled یعنی ناتوان، general عمومی، proud مغرور. گزینه درست شماره 1، حرف اضافه، satisfied with یعنی راضی از، be satisfied with راضی بودن است. پس من راضی نیستم از نتیجه امتحانی که چند روز پیش داشتم. گزینه درست شماره 1. The only clue to the of the murderer was a half a smoked cigarette. Only اینجا یعنی تنها، تنها سر نخ، کلوس، تنها سر نخ برای جای خالی of the murderer. murderer به معنی قاتل.
خب چی قاتل؟ نشنالیتی، ملیت، ایدنتیتی، هویت، شناسایی، پردیکشن، پیشگویی، دایورسیتی، تنوع، گوناگونی. خب تنها سرنخ برای شناسایی قاتل چی بوده؟ half smoke cigarette، سیگاری که به صورت نیمه کشیده شده بود، سیگاری که نصفش کشیده شده بود، نصفش باقی مونده بود. پس این یک سرنخ بود برای قاتل، تنها سرنخ برای شناسایی قاتل، گزینه شماره دو. تست شماره بعدی، شماره 6. If you compare our with others, you'll see ours is far better in quality. اگه شما مقایسه کنید، خب our چیه ما را با بقیه، you'll see، متوجه میشید که مال ما is far better in quality، خیلی بهتر است در کیفیتش. مقایسه کنیم چی را؟ کالوری، کالوری ما را، وکیوم یعنی خله، وکیوم کلینر رو داشتید، جارو برقی، وکیوم به معنی خله. پروداکت، محصول ما را، اینستنس یعنی مثال و نمونه. اگر محصول ما را مقایسه کنید با بقیه، شما متوجه میشید که مال ما از نظر کیفیت خیلی بهتره. گزینه درست شماره 3. For instance به معنی برای مثال، example نمونه و مثال، instance. تست شماره 7. The guest wondered if he should pretend to the dinner the host made for him. میهمان نمیدانست که آیا باید نشون بده جای خالی، the dinner شامی که میزبان براش درست کرده بود. appreciate، قدردانی و سپاسگزاریش را نشون بده. prepare، آماده کردن. exercise، تمرین و تمرین کردن. increase، افزایش یافتن. پس گزینه درست شماره 1. میهمان نمیدانست که آیا باید نشون بده قدردانیش و سپاسگزاریش را برای شامی که میزبان براش درست کرده بود یا نه. appreciate، قدردانی کردن، قدردانستن، سپاسگزاری کردن. شماره 8. We adults shouldn't destroy the intelligence and capacity of children. ما بزرگتران نباید نابود کنیم، از بین ببریم intelligence and، حالا یه صفت دیگه، capacity. capacity یعنی ظرفیت، توانایی، توانایی های هوشمندانه و خلاق بچه ها را، creative of children. پس we adults، ما بزرگتران، shouldn't destroy، نباید نابود کنیم، از بین ببریم the intelligent and creative capacity، ظرفیت و توانایی خلاق و هوشمندانه children، بچه ها را. proud میشه مفتخر و سرفراز. expensive، گران. worried، نگران. intelligent and creative capacity. شماره 9. They finally received the proportion of their from the sale of goods and services. اونا بالاخره سرانجام دریافت کردن بخشی از، سهمی از، their، جای خالی، element، عنصر، رکن، عامل، attitude، نگرش، برخورد، income، درآمد، culture، فرهنگ. خب دریافت کردن بخشی از درآمدشان را، from the sale، از فروش goods، کالاها، and services، و خدمات. پس اونا بالاخره دریافت کردن بخشی از درآمدشان را از فروش کالاها و خدمات، goods and services، کالا و اجناس و خدمات هم services. تست شماره 10. Usually when costs are cut quality decreases. معمولا وقتی کاست، هزینه ها، آرکات کم میشه، پایین میاد، بریده میشه، خب quality decreases. product quality،
کیفیت محصولم decreases کاهش پیدا میکنه. Economy کیفیت اقتصاد پایین میاد. Income quality کیفیت درآمد پایین میاد. و Person quality این هم گول زننده است که بعضی ها شاید 4 انتخاب کنن بگن درصد کیفیت، در صورتی که اینجا درصد کیفیت نمیشه، میشه کیفیت درصد. کیفیت درصد اصلا نداریم، کیفیت درصد کاهش پیدا میکنه. اگه پرسن کوالیتی پرسن بود درصد کیفیت، اما اینجا هست پرسن کوالیتی. یه بار دیگه ترجمه کنیم. معمولا وقتی هزینه ها کاهش پیدا میکنه، کم میشه، هزینه ها کم میشه، کیفیت محصول هم میاد پایین، decreases کاهش میابه. گزینه درست شماره 1. تست شماره 11. I really felt of the implied gesture that my friend made at the other driver. من واقعا احساس worried نگرانی کردم، depressed افسردگی، confused گیجی و ashamed شرمندگی. من واقعا احساس شرمندگی کردم of نسبت به implied gesture حرکت بیادبانه that که my friend دوستم made ایجاد کرد، داشت at the other driver نسبت به راننده دیگر. پس گزینه درست میشه 4. من واقعا شرمنده شدم نسبت به حرکت بیادبانه که دوستم داشت در مقابل راننده دیگر. implied بیادبانه، بیادب، gesture به معنی حرکت، ایما و اشاره، حرکاتی که با دست و صورت و چشم و ابرو پیامی رو منتقل میکنن به اینا میگن gesture. تست شماره 12. The restaurant is for its friendly atmosphere and excellent service. این رستوران بالانس، متعادل، ویل نون، معروف، اپروپریت، مناسب، اینترستینگ، جالبه. خب به جز یک بقیه میتونن درست بشن، اما بقیهش for its friendly atmosphere به خاطر جو دوستانه and excellent service و خدمات فوق‌العاده‌اش. پس به خاطر خدمات فوق‌العاده و جو مهربانانش معروف شده، well known. نمیگیم جالبه یا مناسبه. تست شماره 13. Unlike your own tiny island, Canada is a country covering almost every known climate type. برخلاف جزیره کوچک خودتان، کانادا هست یک کشور وسط، وسیعی، پردیکتیو، قابل پیشگویی، پروببل، محتمل، ریفلکت هم منعکس کردن یا منعکس شده، که گزینه یک درسته. کشوری است اینجا داره میگه برخلاف جزیره کوچک، این طرف پس باید بزرگ باشه. هست کشوری بزرگ که پوشش میده تقریبا هر نوع اقلیم، هر نوع اقلیم شناخته شده ای را، هر آب و هوای شناخته شده ای را پوشش میده، همه این اقلیم ها را داره. پس تست شماره 13 گزینه درست شد 1. وسط، وسیع و پهناور. بریم صفحه بعد. تست شماره 14. It made to think how close we had come to being killed. It imagine یعنی تصور کردن، reflect منعکس کردن، satisfy راضی و شاک، شوکه شدن و شوکه کردن. It shocked me مرا شوکه کرد. خب چی؟ To think اینکه فکر میکنم how close چقدر نزدیک شده بودیم، we had come چقدر نزدیک شده بودیم to being killed به مرگ یا کشته شدن. این که فکرشو میکنم ما چقدر به مرگ نزدیک شده بودیم، این مرا شوکه کرد. It shocked me. گزینه درست شماره 4.
نمیگیم satisfied me، این راضی کرد مرا، reflect منعکس کرد مرا و تصور کرد مرا، شوکه کرد مرا این که وقتی فکر میکنم چقدر ما به مرگ نزدیک شده بودیم. تست شماره 15. Mother Teresa and 50 charity projects in India work among the poor in slums of the city. مادر ترزا حد داشت 50 charity projects، 50 تا طرح نیکوکاری در هندوستان جای خالی around سرتاسر including از جمله relate ربط داشتن between بینه. خب including ازینه درست، including از جمله work among the poor کار کردن در میان فقرای slums of the city، محله های فقیر نشین شهر. پس 50 تا طرح نیکوکاری داشته از جمله، اینم یکی از اوناست including. تست شماره 16. She often to her notes when she is giving a speech. Give a speech یعنی سخنرانی کردن. پس او اغلب take گرفتن و بردن و برداشتن، reflect نشان دادن، منعکس کردن، agree موافق بودن، refer مراجعه کردن و رجوع کردن. او اغلب رجوع میکنه به یادداشتاش وقتی که داره سخنرانی میکنه. هنگامی که داره سخنرانی میکنه اغلب رجوع میکنه به یادداشتاش، ریفر رجوع کردن یا اشاره کردن، میتونه اشاره کردن باشه. If you get lost in the forest you should keep calm and try not to be. اگه گم شدید توی جنگل باید خونسردیتون رو حفظ کنید و سعی کنید که چی نشید، شوکه نشید، amazed متحیر حیرت زده نشید، frightened نترسید، bored کسل نشید. خب بهترین گزینه از نظر معنای شماره 3، اگه گم شدید تو جنگل خونسردیتون رو حفظ کنید و نترسید، اتفاقی نخواهد افتاد. نمیگیم کسل نشید یا شوکه نشید یا حیرت زده نشید. گزینه درست شماره 3. تست شماره 18. The way she looked after her little sister so carefully was really. شیوهی که او مراقبت میکرد از خواهر کوچیکترش اینقدر با احتیاط بود واقعا amusing سرگرم کننده، touching تأثیرگذار، جالب، surprised تعجب زده، interested علاقه من. گزینه های 3 و 4 قطعا غلطه، به خاطر اینکه گفتیم صفت های مفعولی تقریبا یا معمولا برای انسان کاربرد داره. اینجا داره شیوه رو توضیح میده، شیوه غیر انسانه، پس این شیوه یا amusing یا touching که اینجا گزینه 2 درسته. شیوهی که او اینقدر محتاطانه و با دقت از خواهر کوچیکترش مراقبت میکرد واقعا تاثیرگذار بود و جالب، تاچینگ. گزینه شماره 2 درسته. بریم تست شماره 19. I have bought a new watch. من یه ساعت مچی جدید خریدم. My جای خالی one was really unique. My former one ساعت قبلی من واقعا یونیک، منحصر به فرد و ویژه بود، که این درسته. common one، common رایج و معمولی و عمومی که درست نیست. present میشه کنونی، کنونی که نیست، داره قبلیه رو میگه. opposite یعنی مخالف و متضاد که اونم نمیشه. پس I have bought a new watch، من یک ساعت جدید خریدم، داره راجع به گذشته حرف میزنه، میگه was، پس نمیتونه دیگه ساعت کنونی باشه، present. my former، former به معنی قبلی و سابق، the former president رئیس جمهور سابق یا قبلی. تست شماره 21. what may accident
accidents or the driving too fast. What may چه چیزی ممکنه respect accident احترام بگذاره به تصادفات که غلط report گزارش کنه تصادفات رو cause accident باعث تصادف بشه که این درسته یعنی گزینه 3 و 4 میتونه درست بشه چه چیزی باعث تصادفات میشود accidents are تصادفات هستند the result of نتیجه driving too fast رانندگی بیش از حد سریع اما چهار میگه range یعنی متغیر و طیف و مجموعه که جواب نمیده معنی نداره گزینه درست شماره 3 چه چیزی باعث تصادف میشه تصادفات نتیجه رانندگی بیش از حد سریع هم بریم تست شماره 22 It is the in Japan to take your shoes off when you're going to someone's house. میگه این هست یک چی در ژاپن که شما کفشاتون رو در بیارید وقتی وارد خونه یه نفر میشید. این یه دایورسیتیه، یک تنوع آرت هنر کاستم، یک عادت رسم و رسوم بیوتی زیبایی. خب این یه رسمه. یه رسمه که شما تو ژاپن کفشاتون رو در بیارید وقتی وارد خونه یه نفر میشید. خیلی جا کفشاشون رو در نمیارن شماره 23 I'm confused Could you explain that again? من گیج شدم حالا چجوری correctly به درستی گیج شدم غلط especially مخصوصا گیج شدم اشتباه fortunately خوشبختانه گیج شدم بعد دنبالش میگه Could you explain that again میشه لطف کنید دوباره توضیحش بدید و گزینه 4 totally کاملا completely پس من کاملا گیج شدم میشه دوباره توضیح بدید گزینه درست شماره 4 تست شماره 24 They were to climb Mount Everest last winter آنها including شامل می شدن attempt تلاش می کردن appreciate قدردانی می کردن earn به دست می آوردن خب اونا تلاش می کردن که صعود کنن به کوه اورست پارسال زمستون یا زمستان گذشته they were attempting to climb they were trying to climb اونا تلاش می کردن که صعود کنن به کوه اورست بالا برن از کوه اورست زمستان گذشته گزینه درست شماره 2 تست شماره 25 Apple has sold many millions iPods since the product was in 2001 or 2001 اپل شرکت اپل فروخته است میلیون ها آیپاد را از وقتی که این محصول در سال 2001 انترودیوس معرفی شد دیسکرایب توصیف کردن اکسپلین توضیح دادن ریکوگنایز شناسایی کردن و شناختن پس از وقتی که این محصول معرفی شده تا حالا یعنی از 2001 تا الان حدودا 18 سال میلیون ها آیپاد به فروش رفته است iPods و iPads گزینه درست شماره 1 introduce معرفی کردن تست شماره 26 The school uses a combination of modern and methods for teaching reading میگه مدرسه استفاده میکنه از یک ترکیبی از modern and methods خب متدهای این ترکیبات چیه؟ modern و excited هیجان زده valuable با ارزش traditional سنتی modern پیشرفته جدید در مقابلش traditional رو داریم سنتی سنتی و پیشرفته برای تدریس reading یعنی خواندن یا متن برای تدریس متن‌ها خوندن از
شیوه هایی استفاده میشه که ترکیبی است از شیوه های سنتی و مدرن. مدرسه استفاده میکنه از ترکیبی از شیوه های مدرن و سنتی برای تدریس ریدینگ یعنی خواندن. یه سپیکینگ داریم، صحبت کردن، یه خواندن داریم، گوش کردن داریم، نوشتن داریم، این مهارت خواندنش. بریم تست شماره 27. Children up to 6 months travel free and special is available to passenger traveling on the first weekend. بچه‌هایی که تا 6 ماه سن دارن سفر میکنن مجانی، travel free and special. و یک چیه خاصی موجوده برای مسافرینی که سفر میکنن در اولین تعطیلات آخر هفته. منظور اینه که اولین هفته که آخر هفتهش فرا میرسه در سال جدید. پس بچه های تا 6 ماه مجانی سفر میکنن و یه چیه خاصی، ریالیتی، واقعیت خاصی، دیسکاونت، یه تخفیف خاص، اتم، تلاش خاص، ولیو، ارزش. یه تخفیف ویژم هست برای مسافرینی که اولین تعطیلات آخر هفته را سفر میکنن. گزینه درست شماره 2. تست شماره 28. As soon as they found out I was a doctor, they changed. به محض اینکه اونا فهمیدن من یک پزشکم، خب چیه اونا عوض شد؟ Image، تصویرشون، attitude، یعنی نگرششون، برخوردشون عوض شد. Element، عنصر و عامل و رکن، culture، فرهنگ. پس به محض اینکه فهمیدن من پزشکم، اونا برخوردشون با من عوض شد، نگرششون عوض شد. گزینه درست شماره 2. و تست بعدی شماره 29. He won't be very when he finds out what's happened to his garden. او خیلی چی نخواهد شد وقتی که بفهمه که چه اتفاقی به برای باغش افتاده است. He won't be very confused. خیلی گیج و دست باچه نمیشه وقتی بفهمه چه اتفاقی افتاده به برای باغش. Amused، سرگرم نخواهد شد. Pleasant یعنی مطبوع و خوب. Regular، منظم و مرتب. بهترین گزینه برای شماره 1. دست باچه نمیشه، گیج نمیشه وقتی متوجه میشه چه اتفاقی سر باغش اومده. و آخرین تست تو این قسمت، Making and selling handicrafts are good ways to help a country's جای خالی. ساختن و فروختن صنایع دستی هستند شیوه های خوبی برای کمک به چیه یک کشور؟ Location، موقعیت، سووینیر، سوغات، ریجن، منطقه، اکانومی، اقتصاد. پس اینا راه های خوبی هستند برای کمک به اقتصاد یک کشور. انشالله که موفق و پیروز و سلامت باشید.